سلام و درود، امیدوارم که حال دل همتون خوب بشه. یه کاراکتر اینجا داریم که دو تا نما ازش داریم و در واقع 3-4 تا نمای مختلفه که اینا رو هوش مصنوعی برای ما ساخته. یه سری از عزیزان سوال بود براشون که آقا من چطوری با هوش مصنوعی کاراکتر بسازم. راه کارش اینه که شما میرین توی چت جی پی تی، بهش میگید که آقا من یک همچین کاراکتری میخوام. بعد توی یه ویدیوی بهتون آموزش داده بودم که با هوش مصنوعی که مال مایکروسافته چطوری یه کاراکتر بسازید. دستوری که میخواید رو از چت جی پی تی به برای چت جی پی تی به فارسی تایپ میکنید، میگید من همچین کاراکتری میخوام. حالا شما پرامپتشو برای این هوش مصنوعی بنویس و این پرامپتی که چت جی پی تی بهتون میده رو طبق خواسته شما رو میدید به اون هوش مصنوعی که تصویر براتون تولید میکنه. تصویرای جذابی میتونه تولید کنه، مثلا من همینو به اون طراحی کردم. خب قطعا بدون ایراد نیست، چون هوش مصنوعی انقدر هنوز تکامل پیدا نکرده که کارا رو بدون ایراد و بدون مشکل انجام بده، ولی خب در حال حاضر چیز قابل قبولی برای ما طراحی کرده و یه سری ایرادات داره که الان میخوایم با هم دیگه طراحی انجام بدیم، ریگش کنیم و بعد از مدت‌ها دیگه بریم سراغ ساخت انیمیشن، باش انیمیشن بسازیم و کلی کار باحال. خب حالا 2-3 مدل می‌خوایم مثلا همین کاراکتر رو ریگ کنیم و حالا 2 مدل در واقع، یکی اینی که یک چرخش داشته باشه، یه مدل دیگه اینی که جدا جدا من طراحی و ریگش کنم. این دلیلش هم اینه که می‌خوایم توی انیمیشن به سبک‌های مختلفی استفاده کنیم. همیشه نیاز نیست به چرخ، همیشه هم نیاز نیست از دو حالت مختلفش استفاده کنیم. بریم شروع کنیم، زیاد وقت رو تلف نکنیم. قبلش حتما لایک کردن این ویدیو رو فراموش نکنید، سابسکرایب کردن چنل رو اگر چنل ما رو ندارید فراموش نکنید. ما همیشه ویدیو میذاریم در رابطه با ساخت انیمیشن، اونم چه انیمیشن هایی. بریم بدون فوت وقت شروع کنیم. من قسمت روبروش رو ببخشید الان تو صفحه مانیتورم داشتم با دست نشون میدم، حواسم نبود شما دست من نمیبینی. خب این رو از روبرو طراحی کنم. خب من اول میذارم بادی، خب یک بدن میخوام براش طراحی کنم. میام با استفاده از اد پوینت، من راحت تر حالا این اد پوینت هم رو حالت شارپ کورنره، شارپ کورنرش رو برمیدارم، اوتوفیل و اوتو استروک رو برمیدارم، اینا رو خیلی دقت میکنم بهشون و بذارید شروع کنیم. من این قسمت رو عضوی از سرش طراحی میکنم. بذارید این پوینت هم اینجا، این میاد اینجا، پا رو میکشم اینجا، این یکی هم اینجا، این یکی هم اینجا، اینجا و اینجا. خب توی قسمت قبل در مورد طراحی کردن خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. من الان زیاد وقت برای توضیح نمیذارم، اینی که توضیح بدم که چه کار داریم میکنیم یا نه، من این رو هندلراش رو روشن میکنم و فعال میکنم اگر هندلرا خاموش باشن. اینها رو فیکسشو میکنم با نگه داشتن آلت. این دستگیره ها رو میتونم به شکلی که دلم میخواد قوس بدم. میذارم اینجا که این یکم شکلش بیشتر مشخص بشه. اینها قشنگ میتونه پاهاش باشه و یا اینی که میتونید بدن رو جدا طراحی کنید. بذارید من بدن رو جدا طراحی کنم. اینجا همه چی اوکیه، این قسمت رو هم به این شکل. اینجا هم به این شکل و اینا رو باید درست کنم. خب تا جایی ممکن اینا الان همشون درست شدن و اوکی شدن.
و قسمت های داخلی مقدار رنگ ها شکل مختلفی گرفته به خودش که اینا رو باید درستشون کنیم. من میام یک، چون اینجا سایه شبیه سایه هایی نیست که توی حالت استایل اینجوری بخوام سایه بدیم زیاد جالب در نمیاد، پس میام خودمون با خط اسروب جداش میکنیم و همینطور این گردی زیر چشم رو من کمی مرتب ترش کنم اینا رو. و اوکیه، همه چی درسته. خب گزینه بعدی که من دوست دارم طراحیش کنم چشماشه. چشما رو سریع طراحی کنم. لفت چشم چپ رو من سریعا اتوستروک و اتوفیل رو خاموش کنم تا فراموش نکردم. توی پروژه دیگه ای من اونا روشن کرده بودم به کار می اومد ولی الان نیاز نیست. کمی تغییرات می، چون این کاملا گرد نیست و همینطور یک دایره اینجا می کشم و یک دایره نامنظم هم اینجا که بعدش برم شکلش رو درست کنم. بذارید ببینم اینجوری الان بهتر شد. خب الان خیلی بهتره. میام این چشم رو ببینم آیا کپی هم دیگن. بله این چشم رو کپی هم دیگن. من دیگه این یکی چشم رو طراحی نمی کنم و این یه تکنیکیه که یادتون باشه وقتی دو تا چیز یک داریم که با هم دیگه قرینن یکیش رو طراحی کنید، اون موقعی هم کپی کنید خب که رنگش کردید. این کار اضافیه که الان بخوام کپیش کنم بعدا دو تاش رو رنگ کنم. میرم سراغ دهن. خب میرم دهنش رو طراحی میکنم. تو این آموزش دوستان تا آخر همراه باشید. دیگه قرار نیست فقط طراحی کنیم یا فقط ریگ کنیم، قراره انیمیت کنیم، قراره یک شکل باحالی رو با هم دیگه بسازیم و دیگه فقط طراحی و ریگ نباشه، مباحث مبانی و این چیزا فقط نباشه. خب دهن رو طراحی کردم من. آی برو ایبروز من میزنم هر جفتش رو توی لایه میکشم ابروها رو. ما دوستان از همون خواستن که انیمیشن پلنگ صورتی رو اینجا بسازیمش. اولا که انیمیشن پلنگ صورتی فریم بای فریمه، ولی اینی که نشه با ریک کردن ساختش، خب نه اینجوری نیست، میشه. یک مقدار پیچیدگی خاص خودشو داره ولی شدنیه. من اینو برش میگردم. ولی مشکلی که هست اینه که ما بررسی که کردیم، صحبتایی که انجام شد با کسایی که کارشناس یوتیوبن، کسایی که تو این حوزه بیشتر میدونن، انیمیشن‌های معروف متاسفانه و بین‌المللی رو در واقع، حالا معروف صرفاً نه، بین‌المللی رو نمیشه ساخت. متاسفانه مشکل کپی رایت اینجا باعث میشه که چنل کلا برای همیشه بسته بشه. به خاطر همین ما تابع قوانین یوتیوب هستیم و به قوانین احترام میذاریم که برای چنل مشکلی پیش نیاد. اینجا روی بادی چند تا گردی دیگه وجود داره، ولی اینکه نخوایم یه همچین سبک انیمیشنی مثل پلنگ صورتی رو بسازیم، نه اینجوری نیست. ما اینا رو میسازیم قطعا، شک نکنید، ولی با یه سری کاراکتر دیگه. کاراکترها رو باید عوض کنیم که یک مشکلاتی مثل کپی رایت و این چیزا برامون به وجود نیاد. حالا من این رو یه مقدار این ورتر قرار میدم، یه مقدار اینو بزرگترش میکنم. خب الان میرم سراغ طراحی کردن پاها. پاهای کاراکترمون موقعی که کاراکتر بخواد بچرخه در واقع، نه پشت میره نه جلو، کاراکتر ما پشت توی حالت پشت، توی حالت بغل، توی همه حالتها یک شکله. در واقع شکل پاش تغییر خاصی نمیکنه. خب پس من کاراکتر رو همون جوری که هست باش رو طراحی میکنم. بذارید من این رو انجام بدم. میام و پای کاراکترم رو پشت بدنش در واقع یه جوری الان این پشت بدنه طراحی میکنم، میزنم فوت. خب البته اسمش رو بذارم لگ رایت. خب لگ رایت که زدم، لگ رایت میشه این.
اینجا و اینجا. خب و لگ لفت داریم اینجا. الان بذارید من پای چپ رو هم طراحی کنم. پای چپ لفت لگ لفت. خب من پای چپ رو هم که طراحی کنم، ببینید حتی پای راست رو کامل نکردم، حواسمون نبود اصلا. اینجا باید یک مقدار خم میدادیم، چرا اصلا دقت نکردم بهش. و این اوکی، الان یه جورایی. خب من این پا رو میارم اینجا و این قسمت های اضافی بدنش رو هم با هم دیگه اوکی میکنیم، اصلا تو فکرش نرید. من از این پای لفتش هم بذارید کامل بنویسم. خب لگ لفت رو که اینجا نوشتم، بذارید من اینو یکم بیارم از بالا به پایین. خب اینم پای این طرف. پاهاش هم الان برای ما پیاده سازی شد و الان پای کاراکترمون هم اوکی. حالا میخوام بریم سراغ دستاش. دستا یک تفاوتی داره نوع طراحی کردنش. بذارید من بذارم اینجا. دست ها ما دو مدل دست، اگه قسمت های قبلمون رو نگاه کرده باشید، خب یک دست رو طراحی میکنیم، یک دست رو زیر، برای جهت های مختلف چرخشش، ولی جفتش رو به یه استخون ریگ میکنیم. حالا اینا رو با هم دیگه مرور میکنیم بعدا جلوتر و قرار همه چیز رو این کاراکتر پیاده کنیم. خب من میام میزنم left hand front. خب دست بذارید left hf بزنم که خب کامل نشونش بده به من. left h front میزنم، اینجوری کامل من نشونش میده. دست چپ جلو رو یک بار میکشم. خب دست چپ جلو رو یک بار اینجوری کشیدم. خب این دست چپ جلو روی بدنه، زیر بدن نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه موقعی که کاراکتر من چرخید، خب دست پشت خودشو نمایش بده. خب و موقعی که کاراکتر من رو به جلو اومد، دست جلو خودشو نمایش بده. با حالا یک سری تکنیک ها داره که اینا رو توی ریگ بندیش حالا با هم دیگه کار میکنیم. من اینو دوپلیکیت میگیرم به خاطر اینکه دیگه اشتباهی پیش نیاد. میارم این زیر بدن و اینجا میشه HF back، یعنی یه بک اینجا میزنم. left H back یعنی دست چپ عقب. خب و عرض موضوع میکنم یه اشتباهی هم که اینجا کردیم اینه که بذارید این رو سایش رو نزدیم توی اون یکی دست هم به همین شکل. بذارید برای اینکه اشتباهی هم پیش نیاد من همین رو کپیش کنم. خب درسته که بعد از رنگ کردم، ولی خب این یه مقدار لایه حساسی، خیلی باید دقت بالایی کنید. قراره بعد از رنگ کردن هم همین اتفاق بیفته، ولی خب حالا ما فعلا اینو انجام دادیم. بعدش میام دست راست رو همینجوری طراحی میکنیم. میشه هند، میشه رایت، میشه رایت هند، رایت هند فرانت. خب بذارید من رایت هند فرانت رو بزنم. خب به نظر خودم نیاز به تا به طراحی هم نداره دیگه، من اینو همینجا کپی پیستش میکنم. رایت هند فرانت اینجا میشه این قسمت. من بیام و برش گردونم، دقیقا سر جای خودش قرارش بدم. یکی تقریبا چیز فرق آنچنانی نکرده، نیازی نیست اگر یکی هم نبود بیاین تغییر طراحی آنچنانی انجام بدین. این هوش مصنوعی طراحی کرده، شما میتونید همون چیزی که خودتون میخواید و پیاده کنید. من یه دوپلیکیت ازش بگیرم فقط و این دوپلیکیت میشه فرانتش میشه بک. خب و این بکه میاد زیر بادی، تمام شد رفت به کارش. این دستا بود طراحی شد، سر، چشم ها، دهن و همه چیز طراحی شده. توی جلسه بعد رنگ‌آمیزی میکنیم و با هم دیگه ریگش میکنیم و یکی دو جلسه ریگش طول میکشه، چون ریگ خیلی حرفه‌ای میخوایم انجام بدیم، ریگای قشنگتری انجام بدیم. و عرض به حضورتون کنم که من طبق همین چیزی که اینجا کشیدم، خب میام و یک بار دیگه اینم میکشم، منتها دیگه به خاطر اینکه وقت ویدیو تلف نشه دیگه اینو توی تصویر نشون نمیدم.
ولی موقعی که میخوایم ریگش کنیم و حرکتش بدیم به سمت دیگه ای، این چشمای کاراکترمون یا هر چیز دیگه ای رو میاییم و موقع ریکردن این قسمت دومش رو توی حرکت دادن براتون آموزش میدیم. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. لایک سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.